بسیار خوش آمدین عزیزان دل، شما ما را از مجله زندگی بیننده هستین و متمنا حمیدی هست. امیدوار هستیم که برنامه تا به ایدن به شما خسته کن تمام نشده باشه. در بخش روانکاو هستیم، خدیجه محمدی استاد دانشگاه و روانشناس و همچنان همکار همیشگی برنامه ما با ما همراه شدن دوباره تا امروز هم یک بحث بسیار خوب روانشناختی را ما در مورد صحبت بکنیم و شما هم اگر پرسشی دارین ما دوست داریم که مشکلات شما را هم بگیریم و به مشکلات شما بپردازیم. البته مجرای ارتباطیتان با ما 0798-4012 هست. امروز میخواییم در رابطه به پرخاشگری و در مجموع کلن در مورد پرخاشگری کودکان صحبت بکنیم. اینکه پرخاشگری چه نوع عملی هست، از چی منشأ میگیره، از کجا منشأ میگیره و کدام دلایل سبب میشه که یک طفل پرخاشگر به بار بیاید. و همچنان قبل از اینکه بحث را آغاز بکنیم، ما با استاد خدیجه چند دقیقه با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خشونت سبب میشه، البته خشم سبب میشه که ما پرخاشگری بکنیم و این پرخاشگری هم گاهی منتج به خشونت ها میشه. ای که بیشتر از این در مورد پرخاشگری چه مسائل را داریم از استاد خدیجه میشنویم. بسیار خوش آمدین، عصرتان بخیر. سلامت باشی تمنا جان، عصر شما بخیر، عصر همه همکارانتون و بینندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنه بخیر باشه. امیدوار هستم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشه. در خدمت شما هستم. سلامت باشین، خیلی ممنون. ما هم امیدوار هستیم شما روز را به میل دلتان سپری کرده باشین. استاد عزیز، میخوایم در اول یک تعریف بسیار مختصری از واژه پرخاشگری داشته باشیم. پرخاشگری یک نوع رفتار در واقع خصمانه و غیر دوستانه هست که باعث آسیب و ضربه زدن روحی و روانی و جسمی هم به خود فرد میشن، به اطرافیان میشن. بله. معمولا روانشناسان و تحقیقات نشان داده که از 18 ماهگی و یا 2 سالگی مسئله پرخاشگری در کودکان شروع میشه. به این دلیل که معمولا کودکان در همه سن 2 سالگی هست که توقعات اینها، خواسته های اینها، انتظارات از اینها زیاد میشه و اینها چون نمیتوانند در واقع خواسته هاشون رو بیان کنند به دلیل که هنوز به اون رشد زبانی و رشد کلامی اینها در واقع تکمیل نشدن. بله. و بنابراین رو میارن به سری رفتارهای مثل قشقرق را انداختن و قهر کردن و داد زدن و پرخاشگری کردن که بتونن به اون خواسته های خودشون در واقع ابراز کنن و برسن. و معمولا هم در 3.5 سالگی به بعد این به تدریج کم میشه، آرام میشه و باز تحقیقات نشان داده که تا سن پیش از مکتب یا در واقع پیش دبستانی پرخاشگری باید از بین بره و در واقع متعادل بشه و گاهی اوقات هم خب متاسفانه ادامه پیدا میکنه تا نوجوانی را که با رفتارهای ضد اجتماعی بیشتر خودشان نشان میدن. مثلا نوجوانایی که از مکتب فرار میکنن، مدام داخل مکتب جنجال به پا میکنن، جنگ میکنن، ناسازگاری میکنن و در واقع یک سری رفتارهای نامناسب مثل سکرت کشیدن و دوستان ناباب، اینها همون پرخاشگری هست که از کودکی تا نوجوانی ادامه پیدا کرد. بله. و البته ایره هم باید در نظر بگیریم اگر پرخاشگری با بالا رفتن سن دوام پیدا کرده بره حتما شدیدتر هم میشه دیگه. بله. ولی پیامدهای ناگواری هم داره. بله. بسیار خوب استاد، ما بسیاری از افراد را داریم در اجتماع که احساس میکنن و به این باور هستن کسی که خشونت میکنه یا کسی که خشم داره در وجودش او پرخاشگری میکنه در واقع، در حالی که خشم یا داشتن خشم یک نوع احساس هیجانی است که بله ممکن است هر از گاهی بر ما دست بده. تفاوت خشم با پرخاشگری چی است؟ همونطور که خود شما اشاره کردین، خشم یک احساسی طبیعی هست. بله. که در همه انسان‌ها وجود داره، مثل احساس شادی، مثل احساس تنفر که اینها در وجود ما هست. یعنی خشم یک احساس طبیعی هست. بله. در وجود همه انسان‌ها هست و جالبه که خیلی و گاهی اوقات این خشم به ما کمک هم میکنه، باعث حفظ صیانت ما میشه، باعث حفظ بقای ما میشه. بله. همین غریزه خشم یا احساس خشم هست که باعث شجاعت ما، باعث مقاومت ما، باعث دفاع از خود ما میشه. ولی خب پرخاشگری همونطور که اشاره کردیم یک رفتار آسیب زننده هست که گاهی اوقات این پرخاشگری در نتیجه همون خشم ایجاد میشه. ولی خشم همیشه باعث پرخاشگری نمیشه، ولی پرخاشگری به خودش و به دیگران آسیب میزنه، میتونه به صورت کلامی باشه، مثلا تحقیر کردن، توهین کردن، نیش کنایه، زخم زبان زدن، مسخره کردن، اینا همه پرخاشگریه. یا اینکه به صورت در واقع فیزیکی و جسمی باشه که در واقع میزنن یا وسایل میدان میکنن یا دیگران رو میزنن یا خودشان رو میزنن. بدترین نوعش کدام است؟ مطمئنا بدترین نوع اینه که اون پرخاشگری که به خودم و دیگران آسیب بزنه. بله. بسیار خوب. پرخاشگری انواع متعددی هم داره، یعنی فقط همو خشم کردن و مثلا خشونت کردن با دیگران هست و
به یک شکل می باشه در وجود همگی؟ نه، بر اساس این که علت اون پرخوشگری چی هست یا هدف چی هست بله. یا در چه موقعیتی با چه دلایلی بروز میکنه، این را در واقع روانشناسان تقسیم بندی کرده. از جمله پرخوشگری وسیله‌ای هست. یعنی کودک برای به دست آوردن اشیای مورد علاقه خودش به اون نیاز داره یا علاقمند هستن، پرخوشگری میکنه. مثلا یک کودک میزنه یا اور تلا میکنه یا هول میده که مترک از اور چون علاقه داره دیس از او بگیره، یا مثلا یک چیز را خواسته ای داره میخواد او برسه، پرخوشگری مونه که در واقع اون امتیاز یا او چیز را از پدر مادرش چیکار کنه دریافت کنه. بیشتر پرخوشگری ها هم نزد کودکان خردسال پرخوشگری وسیله ای است، یعنی در واقع برای دریافت یک وسیله مورد نیاز خودشون پرخوشگری میکنه. پرخوشگری بعدی پرخوشگری آزاردهنده یا خصمانه هم بهش میگن. این از جمله پرخوشگری هایی هست که هدف ناراحت کردن و آسیب زدن به دیگران هست. یعنی کودکان یک پرخوشگری را انجام میدن که به دیگران آسیب بزنن. اینا هم اینجا پرخوشگری کلامی و غیر کلامی در پرخوشگری خصمانه جای میگیرن. خب ببخشید استاد عزیز، این انواعی از پرخوشگری که شما دارین برش میپردازین و اشاره میکنین فقط در وجود کودکان هست یا در بزرگسالان هم میتونه همینا باشه؟ سالان هم داریم، چون بحث ما کودکان هست، در روی کودکان صحبت میکنیم. ما گفتیم که پرخاشگری اگر در یعنی حل نشه در دوره کودکی ادامه پیدا کنه، در بزرگسالی ما خیلی آدم ها رو داریم داره که به خواسته خودش برسه یک نفر میزنه، یک نفر میکشه، یک نفر سر خودش بر میداره. پس در بزرگسالان هم هست. باز یک تقسیم بندی دیگه هم هست که میگه پرخوشگری میتونه بر اساس در واقع علتش دلیلش به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم هم تقسیم بشه. پرخوشگری مستقیم بر اساس یک علت و دلیل مشخص اتفاق میفته. مثلا کودک گرسنه هست و علت مشخص گرسنگی باعث پرخوشگری از این میشه و این باعث میشه که در واقع این پرخوش این میشه پرخوشگری مستقیم که در واقع ما علتش مشخص است. اما پرخوشگری غیر مستقیم بدون علت هست. بیشتر اوقات مثلا والدین میگه که مدام جیغ میزنه، داد میده، من نمیفهمم که چی مرگش هست، یعنی اصلا نمیدونم که علت چی هست. یعنی وقتی که دلیل مشخص نباشه، مبهم باشه، یا اینکه ما برای تخلیه یک هیجانی که قبلا اون سرکوبیش تا پرخوشگری میکنم که دلیلش همین لحظه مشخص روشن نیست، میشه پرخوشگری در واقع غیر مستقیم. بسیار خوب، شما اشاره کردین که زمانی که ما یک حالتی سرم آمده یا که یک هیجان رسپری کردیم که در واقع پرخاشگری خود را همون لحظه خالی نکردیم، بله بله او میتونه بله. که مثلا سبب شده در آینده ها ما بله بله. از او حالت مثلا یک حالت بدی را از خودم بله بله. تبارز بتوم پرخاشگری بله بله. بله بله. یک از راه های مدیریت پرخاشگری اصولا در بزرگسالان اتفاق میفته بله. که اینا مثلا جیغ نمیزنن، داد نمیزنن، به خودشون نمیزنن، وسایل نمیشه، ولی درون ریزی میکنن به حساب عام و اقدام میگیرن. بله بله، این بسیار یک روش ناپسند هست، چون به خود اون شخص آسیب میزنه. درسته که به دیگران آسیب نزنه، ولی خود شخص در گذشته زمان دچار آسیب های روحی روانی میشه. بعد یه خشم فرو خورده بالاخره باید تخلیه شود و در یک جایی تخلیه میشه، در یک شرایط تخلیه میشه که اون شرایط مناسبی نیست و بالاخره تخلیه میشه. بله، مثل مو آتش فشانی که بله، یک بار بله، فوران میکنه بله، بله. به هر حال آتش زیر خاکستر. ما چطور میتونیم که رفتارهای پرخاشگرانه رو در نزد کودکان ما ازش پیشگیری بکنیم یا هم جلوگیری بکنیم؟ حتما جان، همیشه ما شنیدیم که میگه که پیشگیری بهتر از درمان هست. بدون شک ما خوب هست قبل از اینکه اجازه بدیم که کودک به یک کودک پرخاشگر تبدیل بشه بعد دنبال راه چاره باشیم، بهتر یک سری توجهات، یک سری اقدامات و فعالیت ها رو داشته باشیم که از این پرخاشگری چیکونه کنترل کنه. دقیقاً اولین گامی هست که ما به فرزندمون توجه کنیم. یعنی ببینید، یک از دلایل عمده پرخاشگری کودکان به توجهی والدین هست. وقتی که کودک توجه دریافت میکنه، احساس راحتی میکنه، احساس خوشحالی میکنه، احساس آرامش و امنیت داره و این کودک خیلی کم پیش میاد که پرخاشگری کنه، یا اگرم پرخاشگری کنه پرخاشگری متعادله. پس در درجه اول ما به کودکم توجه کنم، اگه یک دستاورد حتی کوچک داره من به خاطر دستاورد رو تشویق کنم، به او پاداش بدم که او توجه رو دریافت کنه. مورد بعدی این که من به کودکم حق انتخاب بدم. باز هم یک از دلایل عمده که کودک ما
پرخوشگری میکنه، اینطور هست او احساس میکنه که در واقع مو حس استقلالیتی من نادیده گرفته میشه. در یک دوره کودکان اون حس استقلالیتشون رشد میکنه که باید به او توجه شه. والدینی که معمولا که خیلی امر و نهی میکنه، همین چیزی که ما گفتم باید بخوری، همین چیزی که ما گفتم بپوشی، و بیشتر باعث ضدیت و لجبازی و پرخوشگری کودک. ما به اونها حق انتخاب بدیم. در موارد کوچک، در مواردی که خیلی مهم نیست، در مواردی که خیلی نمیتونه مشکل ایجاد کنه، ما به کودک حق انتخاب بدیم، از کودک ما نظر خواهی کنیم، با اونها مشورت کنیم. مثلا میخوایم بریم یک مهمانی، متناسب با فصل، متناسب با اون مهمانی 3 دست کالا رو انتخاب کنیم، لباس بگیم که تو کدام یک دوست داری بپوشی. اینطوری یعنی حق انتخاب به او دادیم. بله بله. یا که پیش از اینکه برات قصه بگم بری برس دندانی تمیزن، یا بعد از قصه که برات گفتم برس دندانی تمیزن. این در واقع در موقعیت های مختلف به حق چین داده شود، انتخاب داده شود. و استاد عزیز، همین سنی که باید به او، یعنی به انتخاب کودک بسیار زیاد ما دقت داشته باشیم، شما میشه که یک بار بگوین تا والدین عزیزی که میبینن متوجه باشن دقیقا کدام سن هست که کودک ها در اون سن بسیار حساس هستن روی از این که به انتخاب هایشان احترام گذاشته شود. ببینید از سنی که کودک غذاخور میشه، یعنی میخواد غذا بخوره و تلاش داره که خودش قاشق بگیره و این غذا رو توی دهن خودش بانه، این تلاش یعنی این که من میتوانم و من نیاز به استقلال دارم. از سن غذا خوردن کودک اون استقلالیت ما باید در نظر بگیریم. کودک معمولا این خیلی دیده میشه، وقتی غذا جلوی کودک میمونه، کودک هی پس میزنه میگه خودم میخورم، خودم میخورم، خود قاشق میگیره. ولی بله متاسفانه والدینی که آگاه نیست، این کودک در نهایت میخوابانه و یک پای مبارک روی سینه ازی میمونه و قاشق فرو میکنه توی حلق ازی. چرا؟ به خاطری که فرش کثیف نشه، یا اینکه به هر حال کودک خودش کثیف نکنه و نمیدونه که همینجا چقدر میتونه به حس استقلالیت این کودک آسیب بزنه و ضربه بزنه. بله بسیار خوب. امیدوار هستیم که والدین عزیزی که بیننده برنامه هستن همچنان به نکاتی که استاد عزیز اشاره کردن متوجه باشن و در نظر داشته باشن. تماس داریم. بسیار خوش آمدین هموطن عزیز. میشه که سوال شما را ما در برنامه داشته باشیم. بله سلام، خوش آمدین، وقتتان بخیر. میشه که سوالتان را مطرح بکنین و نام مبارکتان چیست؟ سلام، وقت شما هم بخیر و سلام به مهمان برنامه‌تان. علیکم السلام. بله، فری هستم از کابل. خدیجه جان بسیار خوش آمدین، بفرمایید سوالتان. سوال من از مهمان تانی بوده که یک بیادر من زیاد پرخاشگر هستن. بله. و قسم که میکنیم امرایش اگر از خوبی هم پیش بریم و سرش فشارم بیاریم هیچ بالاش تاثیر نمیکنن. میخواستم بله از مهمان تان بپرسم که چی راه کرده را پیش بگیریم تا از این حالت بیرون شون. بسیار خوب، شما سوالی دارید؟ چند سال است برادر شما؟ 6 ساله هستن. از اول همی تو بوده یا تازه ای رقم شده؟ کم کم در طفولیت هم بودن، باز بعدم زیادتر شد. درسته، ما جواب شما خوب. تشکر خدیجه جان، حتما منتظر باشین، استاد حتما با مشکل شما میپردازه. تشکر از شما، وقتتون خوش. خدا حافظ. خب یک میان برنامه بگیریم استاد، شما هم موافق هستین؟ یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم، در ادامه بحث ما را همراه باشین. با شما هستیم عزیزان بیننده، ممنون که ما را تاییدم همراه هستین و همراهی میکنین. و در ادامه سوالی که قبلا جوابش البته نیمه باقی مانده بود، بله، که چگونه رفتارهای پرخاشگرانه را در نزد کودکان ما مدیریت بکنیم، میشه که شما به ادامه ای جواب بپردازیم. بله، مواردی که اینجا باقی مانده، یکی این که ما اگر میخواییم از رفتار پرخاشگرانه کودکانمون پیشگیری کنیم، اول باید الگوی خوبی باشیم. وقتی که داخل خانواده پدر مادر پرخاشگری میکنن، جیغ میزنن، داد میزنن، فریاد میزنن، ضربه میزنن و این باعث میشود که در واقع اون کودک چیکونه الگو برداره و در جوان ما الگوی خوب باشه. مورد دیگه این که ما سعی کنیم حواس فرزندمون رو پرت کنیم. وقتی که کودک ما یک چیز رو میخواد، مثلا یک وسیله ممنوعه رو میخواد، یک وسیله خطرناک رو میخواد، مثلا میاد میگه مادر کارد دادم ویدی، ما میدونیم که کارد آسیب میزنه، به جایی که بگم که نه کارد نمیدم، خودت آگار میکنی، نباید کارد بگیری، بد است، بیام حواس رو پرت کنم. خب باشه، کارد ولید میدم، فعلا بریم یکم تو بازی کنیم، فعلا بیا با مادر مثلا آشغالا رو بیرون ببریم، بیا بریم داخل اولیا یکم او پاشی کنیم. بله. چون کودکان مثل ما قدر توجه و تمرکزشون زیاد نیست، ما میتونیم از کم توجهی از اونها در واقع استفاده کنیم. مورد دیگه این که ما بیاییم
نسبت به خلق و خو و عادتهای فرزندان آگاهی پیدا کنیم. متاسفانه بعد از مادرها اصلا کودک خودش نمیشناسن و نمیدانه که عادتهای کودک من چی هست، خلق و خوش چطور هست، حساسیتهای ایچ رقم هست. مثلا اگر کودک شما عادت داره که چاشت بعد از نان خواه کنه، شما این رو در وقت خواهیزی بلند کده ببرین بازار، حتما این بازار شما را اذیت میکنه، حتما لجبازی میکنه، حتما زدیت میکنه، حتما قشقرق به پا میندازه. یا زمانی خودتون میفهمید که کودک ما که گرسنه بشه غذا به این نرسه، ای در واقع پرخاشگری میکنه. پس ما سعی کنیم ویژگی ها و خصیصه ها و عادات و خلق و خوی کودک را بشناسیم و آگاهی پیدا کنیم. و اینا از جمله مواردی بود که اگر ما رعایت کنیم میتونیم تا حدود از پرخاشگری کودکانمون پیشگیری کنیم. بسیار خوب. و تماس هم داریم، نرگس جان از بدخشان، از بدخشان تماس گرفتم. بسیار خوش آمدید نرگس عزیز، بفرمایید سوالتان. سلام به شما، خوب هستین؟ خدمت سلامت باشین. لطفا نرگس جان از تلویزیونتان فاصله بگیرین و یا هم آواز تلویزیونتان رو پخش بکنین تا اینکه ما در جریان صحبت با شما دچار مشکل نشویم. بفرمایید سوالتان رو مطرح بکنین. بله آل درست است، بفرمایید. گفتم معنی بنده گپ جزء تصابونی میشم سر اولادا. شما سوالی دارین؟ چند وقته که شما رفتم شدین؟ تقریبا 2 سال میشه. آها درسته، ما جواب شما رو میدیم. خب شما حتما بیننده یه برنامه باشین نرگس جان، استاد به مشکل شما میپردازن. خیلی جانم، سلامت باشین، خدا نگهدار. خب استاد، میشه که به سوال نرگس جان بپردازیم؟ و همچنان یک سوال دیگه داشتیم از خدیجه جان که از کابل تماس گرفته بودن، بعدن به سوال اونها هم میپردازیم. در رابطه با سوالی که نرگس جان مطرح کردن که من نسبت به هر چیز زود عصبانی میشم، بله. اول باید اینا علت پیدا کنن، ببینن که در زندگی اینها، در رابطش با فرزندانش، با خانوادش، با همسرش، چی چیزی در واقع هست، وجود داره. یک از دلایلی که خانم ها رو خیلی زود رنج میکنه، خیلی حساس میکنه که در واقع اما مدیریت پرخاشگری را دست میده، مسئله کم توجهی یا کم گذاشتن همسر در زندگی هست. بله. ممکنه که همسر به احساسات اینها و عواطف اینها توجه نکنه، اهمیت نده و اینا اون پرخاشگری را در اون ریزی کردن نسبت به همسر، او رو فرافکنی کنه روی بچه هاش. پس بنابراین اولی را لطف پیدا کند، اگر همچین چیزی هست رابطه رو با همسر بهبود ببخشه، با خانواده اگر هست با هر چی کرد. مورد دیگر این که من زمانی که عصبانی میشم همون لحظه به خودم یک فرمان است بیدم، همون لحظه ما کافیه که چند ثانیه به مغزمون فرصت بدیم، سریع از اون موضوع خودش کنارگیری میکنه. همون لحظه شما عصبانی هستیم، میخوای کودک تلات کوب کنی، یک لحظه استاد شو، همون لحظه موقعیت ترک کن. اگه داخل اتاق هستی بیا دالیز، اگه دالیز هستی برو داخل اولی، چند تا قدم بزن، گلاس آب یخ بخور و مطمئن هستم که او عصبانیت شما سریع چی میکنه؟ فروکش میکنه. واقعا من این را چندین بار خودم تجربه کردم استاد، تنها در رابطه با مثلا لاتوکوب کردن کودکان نیست، در هر مسئله وقتی ذهن آدم مثلا حالش خوب نیست و ذهنش میخواد که پرخاشگری بکنه و جنگ بکنه، یک لحظه فقط سکوت بکنه و اونم یک لحظه سکوت همه چیز حل میشه، از اون حالتش بیرون میاد. یک تماس هم داریم، فکر میکنم همکارا شیما جان از مزار شریف تماس گرفتن. بسیار خوش آمدین، میشه که سوال شما را داشته باشیم. سلام علیکم، خوب هستین جانتون جی؟ تشکر. علیکم السلام و سلام به شما، بفرمایید. من یک سوال داشتم از دفتر صاحب که یعنی یک دختر دارم 14 ساله، از دستر هر چیز بانگی میکنه، هر کسی که با بزنم یا میگه یک جایم درد میکنه، اگه چیشا و مقصد این هر کسی بانگی میکنه. خب میخواستم سوال کنم که امیر چی رقم بکنم. شما یک دختر رو داریم؟ نه خیلی دختر چهارمین هستن، یک بدان همشریش خارج است، وقتی که میگم میگم پشتم و دقشیم. خب از وقتی که همیشه را رفته اینا بهانه گیر شدن؟ نه پیش از را ممتو بود. سایه سایه، بسیار تشکر شیما جان، حتما بیننده برنامه باشین. خب میشه که با اول میپردازیم به مشکل خدیجه جان که از کابل تماس گرفته بودن و اونا گفتن که زود خشمگین میشن، فکر میکنم اگر اجازه بدین تمنا جان، چون سوال از اونا ارتباط داره به مدیریت پرخاشگری و در واقع تکنیک ها،
و خدیجه جان گرنده تلویزیون باشن و ما زمانی که تکنیک های مهار پرخاشگری رو میگیم جواب اینها دقیقا در اونجا درست است. پس خدیجه جان شما تا آخر بس ما را بیننده باشین و حتما شما در قسمت راهبردی که استاد اشاره میکنن به جواب سوالتان خواهد رسیده. پس میپردازیم به سوال شیما. سوال اینها در رابطه با این که دخترشان زیاد بهانه گیری میکنه، خب دلیل خودشان گفتن. بله. دلایل اینه که خب این دختر از وقتی که خواهرها رفته خب احساس تنهایی میکنه. همین احساس تنهایی باعث شده که در واقع اینها چی کنن؟ بهانه گیر بشن. اولا اینکه سعی کنن والدین به تمام بهانه گیری های این دختر پاسخ مثبت ندن. بله. که در واقع طوری نشونه که این دختر از طریق بهانه گیری یک امتیازات به دست بیاره، یک پاداش هایی به دست بیاره که اون رفتار بهانه گیری رو تقویت میکنه. بله. پس اولا به اون مسئله تنهاییش بپردازن، همدل رو همراهش داشته باشن، کمک کنن که احساس تنهایی کمتر بشه، باش رفیق بشن، دوست بشن. بعد از اینکه در تمام بهانه گیری های اینها پاسخ مثبت نده که بهانه گیری رو تقویت میکنن و همراه دخترشون صحبت کنن، به جایی که در واقع پاداش بدن، به جایی که سرکوب کنن، سرزنش کنن، جنگ کنن، همراهش صحبت کنن. شاید دختر خواسته هایی داره که برآورده نشده، شاید که مشکلات هست به مادر گفته نمیتونه، با دخترشون صحبت کنن و ببینن که ریشه مشکل چی هست، دلیل چی هست که این دختر و همچنین چون در سن جوانی نوجوانی 14 سالگی هست، ممکنه به دلیل تغییرات هورمونی و غیره هم ممکنه که باعث بشه که نه بد خلقی کنن. و اگر رفع نشد که ممکنه اکثر مسائل باشه که مادر نمیتونه حل کنه، نمیتونه درک کنه و حتما به یک مشاور مراجعه کنه. بسیار خوب. علت پرخاشگری در نزد کودکان چی است استاد؟ پرخاشگری تمنا جان علت های مختلفی داره. از جمله عوامل پیش از بارداری، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی و در واقع عوامل روانشناختی. عوامل پیش از بارداری از جمله این که وقتی که مادر در دوره بارداری مثلا سیگارت استفاده میکنه، مثلا مشروبات الکلی استفاده میکنه، اینها دقیقا روی مغز جنینشون تاثیر میگذاره. بله. و احتمال زیاد این کودکان بعدن که به دنیا میان کودکان بد خلق و پرخاشگر میشن. مورد بعدی در پیش از بارداری در واقع آزار و اذیت یا خشونت های فیزیکی و روحی با زن باردار هست. زمانی که در دوره بارداری این زن مورد خشونت های فیزیکی و جسمی قرار روحی قرار گرفته و در واقع استرس و استراب ها را تجربه کرده، این باز هم روی مغز کودک اینها تاثیر میگذاره روی جنینشون و بعد در دوره کودکی احتمال قوی اینا در واقع از خودشون اعمال نشان میده. بله. اما جمله عوامل خانوادگی، یک رفتارهای آسیب زننده میان خود والدین هست. والدینی که رفتارهای گفتیم چالش برانگیز دارن، جنگ دارن، دعوا دارن، سرزنش دارن، اینها میتونه باعث الگوبرداری اینها بشه. اختلالات روانی و مشکلات رفتاری والدین، والدینی که در واقع اختلالات روانی دارن، مشکلات های شخصیتی، شخصیت های ضد اجتماعی دارن، یا مثلا وابسته به یک ماده مخدر، مواد چیزی هست، اینها معمولا نمیتوانن در واقع مهارت های کنترل پرخاشگری را به کودکانشون آموزش بدن. دلوقتي. و معمولا به کودکانشون توجه نمیکنن، مورد به توجهی و غفلت قرار میگیرن و بیشتر هم الگوی این والدین در واقع الگوی چیه؟ پرخاشگرانه هست دیگه. و مورد بعدی این که در واقع سبک تربیتی و رفتار والدین با کودکان هست. زمانی که والدین سبک تربیتی درست نداره، قاطعانه نداره و زمانی که اینها بیشتر کودکانشون پس میزنن، سرزنش میکنن، تحقیر میکنن، سرکوب میکنن و این عوامل میتونه در واقع این کودک چیکار کنه؟ پرخاشگر کنه. و همچنین عوامل اجتماعی مثل تجربه تروماهای احساسی، مثلا مثل تجربه تجاوزات و اذیت آزارهای جنسی که خیلی خیلی تاثیر بد روی این کودک داره، ما در این زمینه خیلی مراجعه داریم که مثلا الان کلان شده ولی چون یک ترومای جنسی را در دوره کودک تجربه کرده و در واقع به زخم روانی شده، به یک عقده شده، نفرت شده، سبب پرخاشگری میشه. به همین دلیل هست که ما اینقدر تاکید میکنیم که تربیت جنسی خیلی مهم هست، که باید خانواده ها آگاه بشه و فرزندانشون آموزش بده. و دیدن خشونت در دنیای واقعی، مخصوصا اگر خشونت باعث از دست دادن نزدیکان این کودک شده باشه، مثلا پدر یا برادر یا کسی را دست داده، دقیقا مراجعه 45 ساله من داشتم که در سن 10 سالگی در مقابل خود ازی پدرش را زده بودن و کشته بودن و این هنوز گرفتاره و خیلی پر از خشم و نفرت و انتقام و اینها. و همچنین بله استاد عزیز، خیلی ممنون. ما به علتهای پرخاشگری متوجه شدیم، یعنی کدام علتها سبب میشه که کودک پرخاشگر به بار بیایه، اما از اینکه وقت ما کم است و بسیار زیاد فرصت هم نداریم، میخواییم که چند از راهبردهایی که به خاطر مهار کردن پرخاشگری در نزد کودکان و یا همون مدیریت پرخاشگری در کودکان باید در نظر بگیریم، شما خیلی مختصر بگوین که وقت برنامه تمام است.
اولا اینکه شما با کودک پرخاشگرتون همدلی کنید. یکی از اشتباه هایی که والدین میکنن وقتی او جیغ میزنه والدین دوباره برابر جیغ میزنه. به جایی که جیغ بزنید، فحاشی کنید، سرزنش کنید، لطکو به هیچ عنوان نکنید، آرامش خودتون رو حفظ کنید و با کودک خودتون همدلی کنید. و مورد دیگه این که ما یک از راهبردهای خیلی خوب برای مهار پرخاشگری اینه که ما یک سن قانونهای محکم و ثابت برای مهار پرخاشگری داشته باشیم. یک سن قانون مقررات بگذاریم و مطمئن باشیم بقیه دیگرای اطرافیانی که با کودک ما در ارتباطه اونا همه قوانین رعایت کنه. به اونا بگیم زمانی که کودک یک روز پرخاشگری میکنه ما یک طور رفتار کنیم، فردا یک رقم دیگه رفتار کنیم، این درست نیست. پس باید قانون محکم ثابت داشته باشیم. و اینه که یک سری راهکارهای جایگزین به جای رفتارهای پرخاشگرانه به کودکمون آموزش بدیم. به کودکمون بگیم که مثلا کودک ها خیلی راحت آموزش میبینن. زمانی که حالت خوب نیست، پرخاشگر نیست، مثلا برو به بالش مشت زدن، برو مثلا به توپ لگد بزن، بیا مثلا با من صحبت کن، بگو به دلیل این که کتاب ما به زور گرفت ما عصبانی شدم، برو ورزش کن، یک گلاس آب بخور. یعنی رفتارهایی در واقع جایگزین به کودکمون آموزش بدیم و به هیچ عنوان تسلیم عصبانیت پرخاشگری کودکتون نشین که در واقع پرخاشگری رو تقویت می‌کنه. در فروشگاه خیلی زیاد دیدیم که در فروشگاه وقتی میریم یک کودک جیغ میزنه که من مثلا این خوراکی رو می‌خوام، این خوراکی رو می‌خوام، معمولا هم والدین تسلیم میشن. زمانی که شما تسلیم میشید یعنی به این پاداش دادی و اون رفتار نادرست پرخاشگرانه رو چیکار کردی؟ تقویت کردی. ما باید قاطع باشیم و ثابت قدم باشیم، به هیچ عنوان تسلیم نشیم در برابر پرخاشگر اینها. و مشاهده پرخاشگری ها و خشونت های مجازی رو برای کودکانمون کم کنیم. متاسفانه والدین امروزه خیلی به توجه هستن، فقط میخوان کودکشون سرگرم باشه و کار به اینا نداشته باشن. از طریق فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، گیم هایی که اینها بازی میکنن، ما باید کنترل کنم. اگر صحنه های خشونت برانگیز هست، پرخاشگری هست، باید حس بشه و مدیریت بشه. فیلم هایی که میبینه باید متناسب با سن کودکش، اصلا تا 18 ماهگی کودک به هیچ عنوان نباید تلویزیون، اصلا ممنوعه. بعد از اون حداقل در روز یک ساعت با مدیریت و کنترل باشه اینها. و در آخر این که خودتون پرخاشگر نباشین، خودتون جیغ نزنید، داد نزنید، فریاد نزنید، که چون شما بهترین و اولترین الگو برای فرزندانتون هستید. بدون شک در نهایت در خانه ای که بزرگترها کوچک میشوند، کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند. روی از این جمله چندین بار قبل از هم با استاد بحث‌های داشتیم. امیدوارستیم بحث امروز با شما مفید بوده باشه. خیلی ممنون از اینکه تا آخرین دقایق برنامه ما رو همراه بودید. تا فردا دیگر شما را به الله پاک و بنیاز امانت می‌سپاریم. خدا نگهدار.